با سلام و درود به یاران عزیزم، با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلی مراحل زندگانی. دوستان عزیز، اخیراً مردم ایران و جهان شاهد یک توطئه عجیبی بود که در حقیقت عناصر نفوذی در اداره فرق و ادیان بر علیه جان یکی از شهروندان ایرانی در داخل کشور به نام آقای پروفسور محمد علی طاهری برنامه ریزی کرده. یعنی با اینی که چند سال پیش یک مجموعه ای از اتهامات باور نکردنی و دروغین و بی اساس رو به آقای طاهری بسته بودن و ایشون رو محکوم به 5 سال حبس و جریمه بسیار بسیار سنگین مادی کرده بودن، دوباره یک قاضی زیر فشار نهادهای امنیتی که در کسوت برخی از اعضای اداره فرق و ادیان در این اداره نفوذ کردند و دارای رانت قدرت هستند و برخوردار از حاشیه امن و همون دنبالچه های سعید امامی بنیانگذار اداره فرق و ادیان به شمار میرند، اینها اومدن و دست به یک توطئه جدیدی زدن و آقای دکتر محمد علی طاهری رو به اتهام ارتداد و اهانت به مقدسات دین مبین اسلام براشون حکم جدید با عنوان اعدام بریدند و چون حرفشون مستند حقوقی نداره و در دادگاه ثابت نشده، اون رو مستند کردند به فتوای مراجع. یعنی 3 مرجع رو نام بردند و این فتوا رو به اونها انتساب دادن. این مراجع آقای صافی گلپایگانی، آقای مکارم شیرازی و آقای علوی گرگانی هستند. خب این بسیار بسیار افکار عمومی بین المللی رو آزرده خاطر کرد که آقا این مسئله قضیه حقوقیه و داستان فتوای شرعی این وسط چیه؟ ایشون چند سال رو در زندان گذرونده و امکان تکرار جرم در زندان برای ایشون وجود نداشته و اون اتهامی هم که به سبب اون ایشون حکم زندان و جریمه و شلاق براش بریده شده که کاملا در چهارچوب قانونی جرم تعریف شده بوده، پس این مجازات جدید از کجا در اومده و سر در آورده؟ اینه بحث. یعنی اگرچه در سطح داخلی و در سطح بین المللی آزادی خواهان و مخالفان سوء استفاده از اهرم قوه قضاییه در دست نهادهای امنیتی دست به تظاهرات زدند، دست به تحصن زدند، دست به اعتصاب قضا زدند، دست به حرکت‌های افشاگرانه در پایتخت‌های بزرگ اروپایی زدند،
اما به ویژه اصل و اساس قضیه به یه نقطه برمیگرده و اون هم خود قوه قضاییه است. اینجا قوه قضاییه مسئولیت داره. ولاغه وکلا، تیم وکلا تصمیم گرفتن که با نگارش نامه به صورت استفتا از آقایون مراجع فتوا بگیرن که آیا شما چنین فتوایی رو دادید که آقای طاهری باید اعدام بشه به علت ارتداد و اهانت مقدسات یا نه. آقای آیت الله علوی گرگانی ایشون جواب کتبی مرقوم فرمودن و گفتن نه، این انتساب به من باطله و من هیچ وقت در مورد شخص آقای طاهری و شخص دیگری فتوایی ندادم. بعد رفتن از آقای مکارم فتوا بگیرن اما دسترسی به آقای مکارم پیدا نکردن. بعد رفتن تحصن اختیار کردن در قوم برای ملاقات با آقای مکارم، امکانش پیش نیامد. وکیل ایشون رفت به مشهد تا اونجا آقای مکارم ببینه، امکانش حاصل نشد. یکی از وکلا یک استفتای رسمی به طور کتبی نوشت و از آقای مکارم استفتا کرد، جوابی نیامد. نهایتاً عده‌ای از خانم‌ها رفتن در حرم مطهر حضرت معصومه علیها السلام، اونجا بس نشستن و تحصن اختیار کردن که ریختن قوای امنیتی و لباس شخصی خود اونا رو مورد ضرب و شتم قرار دادن و دستگیرشون کردن و دو نفر از اونها به شدت مورد ضرب و شتم خیلی زیاد قرار گرفتن و ظاهرا هنوز از سرنوشتشون اطلاعی در دست نیست. این قضیه ادامه داره. الان ما به این نقطه رسیدیم که دفتر آقای آیت الله صافی گلپایگانی انتصاب هر گونه فتوای ارتداد و اهانت به صورت شخصی در مورد آقای طاهری رو کذب محض دونسته. دفتر آقای مکارم شیرازی سرانجام هر گونه انتصاب هر گونه فتوا برای اعدام آقای طاهری رو کذب محض دونسته. دفتر آقای آیت الله گرامی هم همینطور، آیت الله علوی گرگانی هم که قبلا فتوای خودشون داده بود. ایلنا خبرگزاری رسمی منتشر کرد این سه فتوا رو با استناد به پایگاه خبری خود این آقایون مراجع، اما اداره ادیان و فرق بعد از این فضاحت عظیم و این آبروریزی بزرگ به جای عذرخواهی از وجدان عمومی مردم ایران و مردم جهان و پیروان تشیع و پیروان اسلام به خاطر این کثافتی که برپا کرد و یک فتوای جعلی و منتسب به مراجع زنده کرد، گفت اینا یه همچین فتوایی دادن، بعد اونا گفتن ما چنین فتوایی ندادیم. عناصر نفوذی در اداره فرق و ادیان که کنترل اداره فرق و ادیان رو در دست گرفتن هیچ اصلا به روی خودشون نیوردن، انگار نه انگار برعکس. سایت نسیم تازه با لحن طلبکارانه وارد شده و میگه اصلا اینجا بحث فتوای ارتداد مهم نیستش که باشه یا نباشه، فتوا برای اعدام به دلیل ارتداد و اهانت مقدسات مهم نیست که باشه یا نباشه، چون این آقا متهم به افساد فلعرض. آقا تو متهم به افساد فلعرض، تو مجرمی، تو داری فساد فلعرض میکنی، تو داری چپ و راست دروغ میبندی به مراجع تقلید، تو بنیان اعتقاد مردم مسلمان رو نسبت به تمام اصول فروع دین داری فروع پاشی و داری دیگران رو متهم میکنی.
اینجا تمام این بازی ها داره بر سر قوه قضائیه میاد. قوه قضائیه یکی از ستکگاه و ستون قانون اساسیه. قاضی میگه باید مستقل باشه. مستقل باشه یعنی مستقل نسبت به چی باشه؟ یعنی نسبت به وجدان باید مستقل باشه. وجدان بذاری کنار و برده حلقه به گوش عناصر نفوذی و پیروان سعید امامی در اداره فرق و ادیان باشه. حالا یه ترفند دیگه‌ای که به راه انداختن اینه که آقای محمد علی طاهری نظریاتش انحرافیه. بعد توی این سایت و توی اون سایت نوشتن راجع مطالبی راجع به اینکه نظریات آقای طاهری انحرافیه. انحراف از چی؟ آیا دروغ گفتن انحراف نیست و تبدیل به روش جاری شده؟ آیا انتشار اخبار کذب و غیر واقعی، آیا جعل خبر و انتصابش به مراجع، جعل خبر نسبت به گزارشگر سازمان ملل، نسبت به ویکیلیکس، نسبت به عربستان، این جعلیاتی که در سطح بین المللی دیگه آبرو باقی نذاشته برای رسانه ها و خبرگزاری های ایران، اینها فساد فلعرض نیست؟ اینها انحراف به شمار نمیره؟ چی انحراف به شمار میره؟ یعنی زمین خاری و کوه خاری و دریا خاری و بیت المال خاری و حق الناس خاری و زیر پا گذاشتن تمام اصول و فروع دین، اون هم در حکومتی که خودش رو دینی میدونه، اینها انحراف نیست؟ اما اگه گوشه چادر یک خانمی کنار رفته باشه اون انحرافه. آیا اینها تهدید امنیتی حساب نمیشه؟ اون گوشه چادر کنار رفتن تهدید امنیتی حساب میشه. این که انحراف اکبره که به اکابر دین انتصاب غیر واقعی بدن و بدون برهان بحران زیادی در جامعه رو دامن بزنن، اون هم این اتفاقات همیشه درست در آستانه انعقاد اجلاس حقوق بشر سازمان ملل متحد در مقر اروپاییش در ژنو پایتخت سوئیس اتفاق میفته. یعنی گویی این آقایون در صددن که خوراک رسانی بکنن. چطور سیستم امنیتی و اطلاعاتی ایران متوجه این ترفندهای شیطانی نمیشه؟ اینا میخوان حیثیت قوه قضائیه رو بر باد بدن. این رو هنوز شورای عالی امنیت ملی متوجه نشده. بحثایی که دارن روش کار میکنن کاملا بحثای روبنایی و بیفایده است. الان در کشورهای مختلف جهان، در قلب پایتخت‌های کشورهای مختلف غربی، افکار عمومی داره اعتراض میکنه. مردم از هر قشر و گروه و صنف و دسته‌ای دارن تو خیابون‌ها اعتراض میکنن نسبت به این اجحافی که داره به حق یک انسان در ایران صورت میگیره، که مشتی از خروار و یکی از هزار و نمونه ای از بسیار موارد پایمال شدن حقوق بشر در ایران. تخته ای آقای احمد شهید فایده نداره. باید جلوی عناصر نفوذی در اداره فرق و ادیان نهادهای اطلاعاتی رو گرفت. فتنه رو اینا دارن بپا میکنن. تا ادامه این گفتار شما یاران عزیز و خدای بزرگ می‌سپارم. علی میگه.